بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت عزیزان حاضر و غائب و آرزوی نیکبختی و نیک سرانجامی برای همگان. قصه دین و قدرت رو دنبال میکنیم. به کوچه آیت الله خمینی رسیده بودیم و در این کوچه سیر میکردیم، حتی نزدیکتر هم رفتیم، دق الباب کردیم و در نیمه باز بود که بازگشتیم و اکنون باید مسیر رو ادامه بدهیم. مهمان خواسته یا ناخواسته وارد این منزل و این سرا بشویم و ببینیم که در آن چه می کنند و برای آینده کشور ما چه می پزند، چه فراهم می آورند و درس ها و عبرت هایی که از آن می توان اندوخت و آموخت کدام است. خب اگر دوستان به یاد داشته باشند، ما بحث هامون رو از ژانویه سال 2019 که آغاز کردیم تحت عنوان دین و قدرت از این مقدمه آغاز کردیم که دین در جهان یک قدرت است. در کنار نگاه های دیگری که به دیانت میتوان کرد، نگاه قدرتی هم میتوان کرد. شما میتوانید به دین نظر کنید از آن حیث که رابطه شما با عالم بالاست، با خداوند است. به دین نظر کنید از آن حیث که متضمن شرایع و تکالیف است و با انجام این تکالیف شما در پیشگاه خداوند عذری نخواهید داشت، یعنی عذرتون مقبول است. می توانید به منزله مجموعه از تعلیمات ظاهری و باطنی نظر کنید و بسی چیزهای دیگر، چنان که در طول تاریخ این نگاه ها وجود داشته است، چه در نسبت با اسلام و چه در نسبت با ادیان دیگر. اما یک نگاه دیگر هم این است که دین به منزله یک اقتدار، یک قدرت متولد می شود و اسلام هم مستثنا از این قاعده نبود. وقتی که پیامبر مردم رو دعوت به اسلام کرد، در حقیقت پایه یک قدرتی رو نهاد، قدرتی که می توانست سرنوشتی شوم داشته باشد، یعنی سرنگون شود، برافتد، یا سرنوشتی روشن، یعنی بماند و توسعه بیابد و فتوحات خود رو بیفزاید و تمدن بیافریند. و این چنین هم شد. گفتم که پیامبر اسلام نگاه معطوف به قدرت داشت، اصلا به قدرت می اندیشید. این چنین نبود که به نحو تصادفی یا از بخت به دست او رسیده باشد. به این نکته کاملا متفتن و متوجه بود، یعنی چنان نبود که بیاید و بگوید که من تعلیماتی آورده ام که خیر دنیا و آخرت شما در این تعالیم است، حالا تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. این رو سعدی گفت، این رو حافظ گفت، ولی پیغمبر اسلام این چنین سخن نگفت و چنین مبنایی در کارش نبود که تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. اولا به قصد این آمده بود که یک بنای ماندگاری رو بگذارد و ثانیا معنی قدرت رو و مفهومش رو خوب درک میکرد. یک صوفی نبود، یک پیامبر از جنس فرض کنید مسیح نبود که فقط فدا شود و زیر بار ظلم برود، اونچنان که مسیحیان معرفی میکنند. البته معرفی های دیگری هم از حضرت مسیح هست که متفاوت است با این. علی ای حال چنین مشیی نداشت، کسی بود اهل برخورد بود، اهل مقابله بود، اهل مواجهه بود و وقتی که دشمنان با او درآویختند میدان رو ترک نکرد، بلکه گفت که اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، هر چه نیرو و سلاح میتوانید جمع کنید تا دشمنان خودتون و دشمنان خدا رو بترسانید و بگریزانید. و به همین سبب تا
تجمیع قوا کرد و البته یاران بسیار خالص و وفادار و فداکار هم به دور او پدید آمدند که اینها البته لازمه شخصیت او بود، شخصیت کاریزماتیک، جاذب و البته پارسا و البته کسی که به سخنان خودش عمل میکرد، یعنی قول و فعل شکی بود. مجموع اینها شرایطی رو پدید آورده بود که اون هسته اولیه نه تنها نپوسید و از میان نرفت، بلکه رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد و درخت تناوری شد که اکنون برکندنی نیست. خب این نگاه قدرتی به دین نگاهیست. صوفیان ما این نگاه رو به دین نداشتن. صوفیان ما به تعبیر خودشون اهل حقیقت بودن. می گفتن که ما از شریعت و طریقت هم عبور کردیم یا می خواهیم بکنیم و نهایتاً به حقیقت برسیم. یعنی حقایق در ما متحقق شوند. نه اینکه به حقیقت برسیم یعنی درکی از حقیقت داشته باشیم، بلکه به این معنا که ما خود حقیقت رو در آغوش بگیریم و متحقق به حقایق شویم. این نگاه عارفان بود، این نگاه صوفیان بود و حتی نگاه شیعیان غالی بود. نگاه فیلسوفان ما هم همینطور بود. یعنی اونها در پیامبر یک فیلسوف می‌دیدن، یک متفکر می‌دیدن. من در اون اقسام سگانه دینداری که دینداری معیشت اندیش و معرفت اندیش و تجربت اندیش باشه، این نکته رو توضیح دادم که هر یک از این سه طایفه و سه فرقه چه نگاهی به پیامبر داشتن. نگاه ها اینا متفاوت بود. برای کسانی که معیشت اندیش بودن، پیامبر شارع است، یعنی آمده تا وضع شریعت کند، تکالیف دین رو آموزش بدهد، حلال و حرام رو بگوید، یک لاگیبر است، یک مقنن است، چنین در او به او نظر می کنند. در مورد معرفت اندیشان که متکلمان باشند، فیلسوفان باشند، متفکران باشند، اینها پیامبر رو به صورت یک متفکر، فیلسوف، حکیم، صاحب مکتب می دیدند که تعالیم عالیه ای رو با خود آورده، از طریق وحی و غیر آن گرفته و در اختیار ما نهاده است. لذا همونطور که ما در کتب فیلسوفان نظر می‌کنیم و دقت می‌ورزیم و اونها رو درس می‌دهیم و مو رو از ماست می‌کشیم و تحلیل منطقی می‌کنیم، قرآن رو، روایات پیامبر رو هم همینطور باید ببینیم. سطح او از سطح یک واعظ، از سطح یک تکلیف گر بر فراتر است. صوفیان ما و عارفان ما هم نگاهشون به پیامبر یک نگاه تجربت اندیشانه بود، یعنی یک عارف بزرگ درجه اول، نه فقط فیلسوف و نه فقط شارع، بلکه کسی که واجد تجربه های روحانی و معنوی بود، به معراج رفته بود، به دیدار خدا رفته بود و در حوزه ضمیر خود رازهایی رو کشف کرده بود، رازهایی رو میدانست و این عارفان مایل بودند که از این حیث خود رو به پیامبر نزدیک بکنند. در نگاه هیچ کدوم از اینها، اونچنان که باید و شاید، نگاه به دین به مثابه یک هسته قدرت اونچنان که باید دیده نمی شود. اینکه این یک مجموعه است که حول خود میتواند قدرت‌ها رو گردآوری کند یا مرکبی است که بر او میتوان سوار شد و راند. شاید در این اواخر وقتی که مسلمین به انحطاط رسیدند، این نگاه تا حدودی جوانه زد. شما در کارهای اقبال لاهوری و در کارهای خصوصا سید جمال اسدآبادی این قصه رو میبینید، یعنی حس می کند که اقتداری که مسلمین داشتن از دست رفته است. یعنی این نکته رو می فهمه، مخصوصا در آثار سید جمال این به خوبی دیده می شود. چون وقتی که در باب انحطاط سخن می رفت، خب بعضی ها انحطاط اخلاقی رو مطرح می کردن، بعضی ها انحطاط فقهی رو می گفتن، یک فقه عقب مونده فرسوده فلان، بعضی ها انحطاط فکری رو. انحطاط اقتداری اونچنان که باید و شاید محل نظر و محل کلام نبود،
ما قدرتمون رو از دست دادیم. حالا به چه دلیل قدرتمون رو از دست دادیم یه بحث دیگری است، اما نفس توجه به این معنا که ما قدرتی بودیم و این قدرت ما بر یک پایه‌های ویژه استوار بود، اینا فرسوده شد، موریانه تاریخ اونها رو خورد و ما اکنون فروشکسته ایم و در حال افتادنیم، مثل سلیمان که موریانه ها اساس خوردن. خب این توجه، توجه بدیعی بود، توجه مهمی بود. البته من الان میخوام عرض کنم که اینو قدری تو پرانتز و قدری بیرون از دایره بحث عرض میکنم، داعشی ها در روزگار ما درست همین جوری فکر میکنن، منتها ایرادش رو بعدن بعد به اینا به دین به منزله قدرت نگاه میکنن و معتقدن که از تعالیم دین و با پیوستن و چسبیدن به این دیانت و به منزله یک سلاحی یا ابزاری اون رو به دست گرفتن میتوانن قدرتی تولید بکنن در این جهان، مردم رو مرعوب بکنن و با این قدرت پیش برن، بلکه چنان که خودشون میاندیشن تمدنی نظامی بیافرینن و غیره. همیشه وقتی توجه به هویت زیاد میشه، توجه به قدرت زیاد میشه و اینا، آفات خیلی مهم و ویژه‌ای هم داره که در جای خودش باید بحث کرد. اما مادامی که دین به صورت یک مجموعه، یک مکتبی بود که اجزاء مختلف داشت از شریعت و طریقت و حقیقت، کمتر کسی به قدرت می اندیشید. و در روزگار ما این قصه خب اهمیت بیشتر پیدا کرد. من آقای خمینی رو توی این کاتگوری میگذارم، کسی که به دین به منزله یک استوانه قدرت نگاه میکرد که به او تکیه میتوان کرد و از او بهره میتوان جست و با این قدرت خیلی کارا میتوان کرد که نه فیلسوفان کردن، نه متفکران کردن، نه متکلمان، نه صوفیان، نه فقیهان، هیچ کدوم اینا به این نکته توجه نداشتند که پیامبر یک چنین نگاهی داشت، نگاه معطوف به قدرت. به همین دلیل من در دو جلسه پیش این نکته رو اظهار کردم و اکنون تکرار میکنم که نگاه آقای خمینی به اسلام نگاه پیامبرانه بود، یعنی میخواست از همونجا آغاز بکند که پیامبر آغاز کرد. این شبیه نگاه سید قطب بود، او هم همینجوری نگاه میکرد و برخلاف فرض کنید مرحوم نائینی، برخلاف آخوند خراسانی و کثیری از متفکران و رفرمیستای شیعه و سنی که اینها به احیاء دین فکر میکردن. من در بسیار از نوشته های پیشینم این رو مخصوصا آوردم که آقای خمینی احیاء اسلام نکرد، احیاء مسلمین میکرد، همونطور که در مورد سید جمال اسدآبادی هم من در همین رو نوشتم که او در فکر احیاء اسلام نبود، یعنی در فکر تئوری پردازی نبود، در فکر این نبود که بگردیم در فقه یک رأی تازه بیاریم، در فلسفه یک چیز دیگه بیاریم، روشنفکری دینی برپا بکنیم، این چیزا نبود. اینا تئوری پردازی است، اینا احیاء دین است، احیاء اسلام است، همطور که آقای لوتر میکرد، همون که این همه رفرمیستای اهل سنت کردن، تئوریسین بودن، تئوری پردازی میکردن مثل اقبال لاهوری. آقای خمینی تئوریسین نبود اصلا، هیچ نکته تازه‌ای نه در فقه داره، نه در فلسفه داره، نه در علم کلام داره. وقتی میگم هیچ، یعنی هیچ نکته مهمی، ولی هر متفکری، هر نویسنده یه نکات تازه‌ای گاهی در لابلای کلماتش پیدا میشه، اونا اهمیتی نداره. نه فقه رو زیر و رو کرد، نه کلام رو زیر و رو کرد، نه فلسفه رو زیر و رو کرد، هیچ کدوم. اومد جامعه رو زیر و رو کرد. این همون نگاه قدرتی به دین است. سید جمال اسدآبادی عیناً همینجوری فکر میکرد. یه مقداری سخنانی گفت راجع به اینکه توکل باید معنای درستش فهمیده بشود، جبر یا اختیار باید معنای درستش فهمیده، از این چیزا تو سخنان سید جمال شما میبینه. همین قدر هم آقای خمینی نگفت، همین قدر رو هم نگفت که ما بیایم تفکر اخلاقی مسلمین رو درست کنیم. شما کتاب انسان و سرنوشت آقای مطهری رو اگر بخوانید میبینید که خب ایشون یه تئوریسین بود، در فکر احیاء و رفرم دینی بود. خب این احیاء و رفرم دینی این رو وادار کرده بود به اینکه بیاندیشد کدوم مقولات دینی
از نظر فهم و فکر دچار انحطاط شدند، دچار تباهی شدند، تا اونها رو اصلاح کنیم. در همین کتاب انسان و سرنوشتش یادم نیست 20 تا 30 تا مقوله مهم رو ایشون نام برده که ما مسلمین از اینها درک نادرستی داریم و این درک نادرست ما منتهی به انحطاط و عقب رفتن ما شده است. یکی از اونها همین مفهوم جبر و اختیار بود که اون کتاب انسان و سرنوشت رو ایشون اصلا در تحلیل مسئله جبر و اختیار نوشته بود و اینکه ما مسلمین از زمانی به بعد دوچار اندیشه جبر شدیم، تقدیر، تفویض امور به خدا، توکل به معنای باطل، و باید ما این رو تصحیح کنیم و ایشون در پی تصحیح این بود و بسی چیزهای دیگر در مورد غیبت، اینکه امام زمان چرا غیبت کرده، ما در نسبت به او چه تکلیفی داریم، چه باید بکنیم و در مسائل دیگه. خب شما نگاه کنید، یک متفکر یا تئوریسین همینجوری فکر میکنه، وارد تئوری پردازی میشه، ما کجا غلط فهمیدیم، کجا غلط رفتیم و اینا رو بشینیم از نو بازفهمی و بازسازی بکنیم و تعلیمات تازه‌ای رو در اختیار مسلمان‌ها قرار بدیم. آقای مطهری در یکی از سخنرانی‌هاش میگه من به جرأت میگویم جز 4 تا احکام فرعی شرعی درک ما از تمام اسلام غلط است. این سخن صریح مرحوم آقای مطهری. چند تا حکم فرعی شرعی، مثلا نماز و غسل و روزه و اینا، از اینا که بگذریم از نظر ایشون درک ما از مجموعه تعالیم اسلامی و نبوی و قرآنی غلط و باطل است. وقتی کسی چنین تشخیصی رو میده، یک متفکری، خب بدیهی است به چه کاری دامن همت میبنده و اقدام میکنه؟ به اینکه این فهمهای غلط رو تصحیح بکنه. خب او کرد. شما مرحوم سید محمد باقر صدر در عراق رو ببینید که واقعا یکی از نوابغ بود بدون تردید، یعنی از حیث نبوغ قطعا از آقای خمینی، از مطهری، از بسی از اینها بالاتر است. من این رو به گزاف نمیگم، من با آثار ایشون آشنایی نسبتا کاملی دارم، در باره بعضی اونها نقد هم نوشتم، ولی یه سطحش یک سطح دیگری بود. خب شما نگاه کنید، این مرحوم سید محمد باقر صدر که از حقیقتا زیانها و خسارتهای بزرگ برای جهان اسلام بود و جهان شیعه که صدام او رو به شهادت رسوند، ایشون یه تئوریسین بود. چه کار میکرد؟ کتاب اقتصادونا نوشت، اقتصاد مسلمین. خب در چه دوره‌ای هم نوشت؟ در دوره‌ای که سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها شدیداً حمله ور شده بودند به اقتصاد بورژوایی و اقتصاد کاپیتالیستی و مارکت اکونومی، و اقتصاد اسلامی رو هم یک اقتصاد بورژوازی سرمایه‌داری منحط متعلق به دوران گذشته می‌دانستند و سوسیالیسم رو معتقد بودند که سرنوشت جوامع در اختیار سوسیالیسم است در آینده. خیلی به صراحت می‌گفتند بدون پرده پوشی. مرحوم آقای صدر احساس مسئولیت میکرد، یک فقیه درجه اول بود، یک کتاب اقتصاد اونها نوشت که به فارسی هم ترجمه شد و در این کتاب ایشان کوشید که یعنی سیستماتیزه کند اقتصاد اسلامی رو، نظام ببخشد به اقتصاد اسلامی، برخلاف اونچه که مدعیان و مخالفان میگفتند که اسلام اقتصاد نداره و فقط چند تا حکم فرعی شرعی هست، ربا نخورید مثلا، کلاه برداری نکنید یا چنین و چنان، میگفتن ایشون میخواست نشان بدهد که نه، در مورد زمین، در مورد ثروت، در مورد آبها، در مورد معادن و تمام اینها اسلام یک نظریه منسجمی داره و بلکه او کوشید این نظریه منسجم رو کنستراکت بکنه، یعنی بسازد و ارائه بدهد. در خود همین کتاب اقتصاد اونها خود ایشون نوشته پاره ای از مطالبی که من در این کتاب آورده ام مخالف با فتواهای شخصی من است، اما برای ساختن سیستم من از فتاوای شخصی خودم گذشته ام و فتاوا و آراء دیگران رو به استخدام گرفتم تا یک نظام منسجمی بسازن. خب چنان که از ایشون توقع میرن. کتاب دیگری نوشت به نام مجتمع اونا، اجتماع اسلامی. کتاب دیگری نوشت فلسفت اونا، فلسفه ما. خب شما ملاحظه کنید
حالا سخن به درازا میکشه، من فقط اشاره میکنم چون واقعا حق این بزرگوار اونچنان که باید ادا نشده است. خب آثارش به زبان فارسی نبود، بعدم در پاره از موارد سطح اثر بالا بود، خواننده چندانی نداشت و تا حدود زیادی متروک و مقفول باقی ماند. ایشان در عرصه فقه و اصول یک انقلاب کرد و انقلاب ایشون که من دربارش هم مقاله مفصلی نوشتم این بود که تئوری احتمالات رو وارد فقه و اصول کرد. ایشون من شنیدم که نزد استادان دانشگاه بغداد علم احتمالات میخوند، ریاضیات احتمالات میخوند و کتابی که در این باب نوشته کاملا این پیداست. من در اون نقدی که بر کتاب ایشون نوشتم میشتم اولین کتاب است در این باب از میان تمام فقیهان سنی و شیعی، بدیع است و بی سابقه است، به طور کامل بی نظیر است. حتی ایشون کوشید که اصل علیت را بر مبنای احتمالات توضیح بدهد. همین که ما میگیم فلان حدیث متواتر است، اون یکی متواتر نیست، اینها رو کوشید بر اساس تئوری احتمالات توضیح بدهد. خب من که خودم یه ترم احتمالات خونده بودم دانشگاه لندن، قدر کار ایشون رو میدونستم و میفهمیدم که چگونه وارد اعماق مسئله شده و کوشیده که یک بنیان تازه‌ای رو طراحی کنه، معماری کنه. بگذاریم، غرض من این است، اینا کار کیه؟ یک تئوریسین. ما مرحوم آیت الله نائینی رو هم اینجا سخن گفتیم در بارش که کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشت. خب یک کار تئوری که درجه اوله، هنوزم که هنوز محل بحث است. آقای خمینی یکی از این کارها نکرد، نیمی از این کارها رو نکرد، نه اقتصاد اسلامی بیان کرد، نه اخلاق اسلامی، نه فلسفه اسلامی، نه حتی فقه، تا نه اصول، هیچ کدوم. آقای خمینی فکر قدرت بود، این خیلی مهمه و این از جوانیش توی این فکر بود. شما آثاری رو که ایشون از جوانی نوشته و الان بعضیاش رو ظاهرن توی سایت ایشون هم نذاشتن، من جمله کش کتاب کشف الاسرار که در جواب اون حکمی‌زاده نوشته بود، از همون جاها نشون میداد که یک جور دیگه‌ای به دین نگاه میکنه. نه اینکه قبول نداره فقه و اصول، و نه، فقیه بود، مرجع بود، همه اینا دستمایه و سرمایهش بود، اما یه چیزی رو میدید در دین که دیگران نمیدیدن، همون چیزی که پیامبر میدید. من به شما عرض کردم، گفتم که یک قولی است میان شیعیان شایع است، من نمیدونم این رو فقیهی گفته، عالمی گفته، یا روایتی که الامام کل کعبه، امام مثل خانه کعبه میمونه، به زیارتش میروند، او به زیارت کسی نمیآید. این رو میگفتن شأن امام است، ولی پیامبر نه، پیامبر میرود به سراغ مردم، نمی نشینه که به سراغ او بیایند و مسئله بپرسند مثلا و در خونش رو بزنند، نه این حرفا نبود، خودش بلند میشه میره. درست به تعبیری که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه دارن، مثل یه طبیبی است که دنبال بیمارا میره، نه اینکه بنشینه مطب واکنه بگه بیمارا بیان. طبیبون دوارون به طبه توی نهج البلاغه است، یه طبیبی است که طبیب دورگرده، به اصطلاح خیلی ساده دور میزنه، مریضا رو پیدا میکنه، بعدم مجانی معالجهشون میکنه، نه اینکه پول ازشون بگیره. خب ببینید، پیامبر اینجوری بود، همه پیامبران اینطور بودن و در قرآن هم ما 20 بار داریم این رو که اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسانی پیروی کنید، حرف کسانی رو گوش بدید که از شما اجرت نمیخوان، طبیب‌های مجانی هن، آمدن که شما رو مداوا کنن. این پیامبر بود. پیامبر یه جامعه تازه آفرید، جامعه تازه آفرید و بعد این ایده های خود رو بر این جامعه انداخت و پیروانش رو دعوت کرد که با ایده های او جامعه تازه بسازن. نیومد که جامعه قبلی رو رفو کنه، تعمیر کنه، البته خیلی چیزاش رو هم به حال خود گذاشت و اینم از حسن تدبیرش بود، با همه چیز در نیفتاد، نیومد بگه خونتون رو چرا اینجوری میسازید، نمیدونم جوتون، راهروهاتون، کوچه هاتون چرا اینطوریه اونطوریه، خودش رو معطل اینها نکرد، ایده های کلان داشت برای جامعه، برای مردم.
و آمد که با این ایده های کلان یه جامعه تازه‌ای بسازه، کمان که ساخت، یعنی به فاصله 20 سال بعد از دعوت پیامبر و خصوصا پس از اینکه ایشون هجرت به مکه کردن، اصلا تمام ظاهر و باطن اون جامعه عوض شد. یه جامعه بت‌پرستی که همه چیز حول محور بتان میچرخید و اینا سر تا پا عوض شد و ارزش‌ها به طور کامل ارزش‌های دیگری شد و بسی چیزهای دیگری. یعنی یک طفلی اونجا نطفه بست که بعداً به صورت یک رستم، یک پهلوانی به دنیا آمد و دیگران رو هم مقهور کرد. و پیامبر از این قهر و غلبه هم خیلی خوشنود بود. به مسلمان‌ها میگفت کلنگ که می‌زدم برای کندن خندق، در برق این کلنگ دیدم مصر رو، دیدم سوریه رو، دیدم بیزانت رو، دیدم. یعنی این ما همه اینها رو تحت شعاع قرار خواهیم داد، همه اینها رو فتح خواهیم کرد. چنین فتوحاتی رو به چشم سر میدید یا به چشم باطن میدید، بسیار هم خوشنود بود، مژده هم میداد و در قرآن هم میگفتش که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این پیامبر اومده بر همه ادیان دیگه تو این جزیره العرب پیروز بشه ولو به رغم انف مشرکین. پیروانش هم اینو گرفتن، این درس رو، یعنی فهمیدن مذاق و مزاج پیامبر چی بوده. قبلا هم اینو برای شما عرض کردم، این که مسلمان ها پس از مرگ پیامبر و خصوصا در زمان عمر خلیفه دوم و به بعد، اینها از جزیره العرب بیرون رفتند و فتوحات کردند و اینا چندان کار خودسرانه نبود. اینا فهمیده بودن مزاج پیغمبر اینه، دوست داره توسعه بده، توسعه طلب است، کشور گشاست. و این تعاریف اصلا مذمتی در مورد پیامبر نیست. ایدهش این بود، یه مردی بود که معنای قدرت رو، به قول نیچه، معنای قدرت رو میفهمید، مثل مسیح نبود و دین خودش رو هم در این راه گذاشت، یک دین پر اقتدار و یک پیروان پر اقتدار. خب خود پیامبر در زمان خودش، قبلا هم اینا رو خدمت شما گفتم، تقریبا 2 لشکرکشی کرد به طرف روم باستان، یکی در جنگ تبوک بود، یکی هم در اون یرموک بود. البته تقریبا در هیچ یکی از این دوتا هم ایشون پیروز و موفق بیرون نیامد، اما پیدا بود که اگر بتواند و عمر و اجل به او اجازه بدهد میرود، به اون طرف ها میره. این ایده پیامبر زمان خلیفه دوم عملی شد و مسلمین رفتن تا حدود روم شرقی، یعنی همین جایی که ما اردن و فلسطین و سوریه و اینها مینامیم. خود خلیفه دوم هم به اونجا رفت و حتی یک اکستنشنی به اصطلاح، یک زمینه هم به بیت المقدس ساخت، یک مسجد تازه‌ای، و مدتی هم در اونجا بود و بازگشت، تشویق کرد لشکریان اسلام رو. این اتفاق افتاد، یعنی به یه معنا میشه گفت قلب پیغمبر رو اینا خوشنود کردن و رضایت خاطر او رو به دست آوردن و راه او رو ادامه دادن. البته خطاهایی هم که کردن و هر چی دیگه به پای خودشون نوشته میشه، اما قصه این بود. در مورد مسیح شما اگر نگاه بکنید، بیشتر به یک اتفاق تاریخی میمونه. 3 یا 4 قرن بعد از عیسی هیچ خبری نبود از پیشرفت دین او. در همون فلسطین، همون جایی که ایشون ظهور کرده بود، خود او رو بنا به روایت مسیحیان بردار آویختند و از میان بردند و پیروانش هم به مدت 3 قرن الی 4 قرن تحت تعقیب شدید بودند. میان پاگانها، یعنی مشرکین، رومیان و جاهای دیگه اصلا نمی توانستند سر برآورند. نمیدونم هیچ کدوم از شما کاتاکومها رو در ایتالیا دیدید یا نه، معابد زیرزمینی که اکنون باید با آسانسور برید پایین، هوا هم خیلی سرد میشه در اون زیر زمین که لباسهای گرم به شما میدن بپوشید. در اونجاها مسیحی ها زندگی میکردن و آداب و عبادات خودشون رو به جا میبردن، حتی مرده های خودشون اونجا دفن میکردن. چقدر افرادی که کشته شدن، شهدای بزرگ مسیحیت محسوب میشوند در اون 3-4 قرن اولی. یک اتفاق میمون، یک تصادف مبارک که رخ داد این بود که جناب کنستانتین امپراتور روم مسیحی شد. حالا چرا ایشون مسیحی شد؟ اینم محل ظن و گمان بسیار است، هیچ کسی نمیدونه. خودش در جنگی که آمده بود گفت که من در آسمان نگاه کردم، یک دفعه صلیب رو در آسمان دیدم.
و این وعده‌ای و مژده‌ای بود من دادن که در این جنگ من پیروز خواهم شد و بالاخره پیروزم شد. و بعد هم خب چون جنگ بود میان مسیحیان و فرق مختلف رومیان، برای اینکه خودش مسیحی شده بود آمد و اجازه داد که مسیحیان از خفا و از تحت تعقیب بودن بیرون بیان و آشکار بشن، کلیسا بسازن، و این چنین بود که مسیحیت رشد کرد و امپراتورهای بعدی، البته همشون به راه کنستانتین نرفتن، اختلافات بود الی آخر، ولی دیگه راه باز شد و کار مسیحیت به اینجا رسید که امروز رسیده است. در حال حاضر که در حال ضعف و فتورن، خب در دوران قرون وسطا اون تئوکراسی خیلی قوی که برپا کردن، یعنی به یه تعبیر میتوان گفت که مسیحیت شاید به راه مسیح نرفت. اونایی که به راه مسیح رفتن همون راهبان بودن، اونایی که رفتن در صومعه ها، در کوه ها، در غار ها، و اصلا مسیحیت با رهبانیتش شناخته شد. در قرآن هم خب گفته می شود در سوره حدید، رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. رهبانیت رو مسیحیان ابداع کردن، اختراع کردن، ما اونها رو تکلیف نکرده بودیم، بر اونها واجب نکرده بودیم، اما حق این معنا رو هم رعایت نکردن، یعنی در رهبانیت هم فساد افتاد. بی جهت نیست که مثلا شما به ماکس وبر نگاه میکنید، میگه که نماینده مسیحیت یک راهب است، نماینده یک مسلمان یک چریک شمشیر بردوش است، و نماینده یهودیت یک تاجر است. یعنی پارادایم کیس، اون الگویی که از روی او شما بفهمید که هر کدوم اینا چیان و پیامبرشون چه با خدا ورده و چه کسی رو تربیت کرد. اینکه نظامی میگفت میباش چو خار حرب بر دوش تا خرمن گل کشی در آغوش، این در حقیقت مؤید سخن آقای ماکس وبر است که یک چریک کوله بار بر دوش و سلاح به دست، این الگوی مسلمانی است. یک تاجری که سر هر یک قرونش چونه میزنه، این یک الگوی یهودیت است. و یه راهب گوشه‌گیر صومعه نشین عابد گریخته از خلق، این نماینده مسیحیت است. این واقعا همینطوره، یعنی اینا در واقع پیروان راستین عیسی بودن. راهب، ما در فارسی قبلا هم براتون گفتم ما به مسیحی چی میگیم؟ میگیم ترسا. ترسا ترجمه کلمه راهب است، یعنی کسی که از مردم گویا میترسد و به غار و صومعه پناه میبرد. در فارسی دیگه کلمه ترسا معادل نصرانی، معادل مسیحی است، همه جا در ادبیات ما فراوان است. برای اینکه این مسیحیت در حقیقت میشه که از راه عیسی خارج شد، یعنی وقتی که امپراتوری روم آمد و امپراتور قبول مسیحیت کرد و بعد مسیحیت گسترده شد، از خوف و از حذر بیرون آمد و کلیساهای خودش رو بست و توسعه داد، اون موقع یه راه دیگه رو در پیش گرفت. اون تئوکراسی که برپا شد، هیچ معلوم نیست که منظور عیسی مسیح بوده. مسیح همیشه میگفت که قیامت بسیار نزدیک است، من برم با فاصله کمی ملکوت الهی در جهان برقرار خواهد شد. اصلا وعده به ملک و به سلطنت و به فتوحات و به کشورگشایی به کسی نداده بود. بعدها که چنان که در دو سه جلسه قبل گفتم که مسیحیت بر سریر قدرت نشست، آمدن با تأویلات بسیار بعیدهی این مفاهیم را از تو انجیل بیرون کشیدن، که حضرت مسیح روز آخر عمرش به یارانش گفت شمشیر تهیه کنید، و اونها هم یکیشون گفت که دو شمشیر داریم، گفت پس همون بس است. اینها بعدن آمدند و اینا رو تفسیر کردند که منظور این است که یک شمشیر دنیوی، یک شمشیر اخروی، یکی به دست پاپ، یکی به دست سلطان، اما همان هم که به دست سلطان است باید تابع اون باشد که به دست پاپ است. اینا تفسیرهای غریب و تأویلات بعیدی بود که از انجیل کردند. عیسی هیچ وقت رسما در باب ملک و سلطنت و حکومت چیزی نگفت. راهبان بهترین پیروان بودند.
پیغمبر اسلام خیلی به صراحت گفتش که من رهبانیت ندارم، رهبانیت امتی فی المساجد، رهبانیت امت من در مسجد است نه در صومعه و غار، یعنی اجتماع، یعنی کنار هم بنشینن. مولوی هم اینو خوب فهمیده بود، گفت مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. مصلحت در دین عیسی صومعه نشینی بود، غار نشینی بود، یعنی حکمت، یعنی تدبیر، یعنی تعلیم عیسی این بود. اما در اسلام جنگ و شکوه، جنگ و شکوه خیلی، شکوه میدونی یعنی چی؟ یعنی افتخار، یعنی آنر. این مفهوم آنر که از مفاهیم دست اول رومیان بود، اصلا میکشتند و کشته میشدند زیر نام آنر، افتخار، که به اصطلاح از شاخه های قوه غضبیه است. این که یک لشکری پیروز بشود این افتخار اوست. در مسیحیت شما نیچه رو اگر خونده باشید، یکی از کوبنده ترین نقدهایی است که از جانب نیچه بر مسیحیت باشه، میگه اخلاق مسیحیت اخلاق بردگان است، از مردم میخواد برده باشن، سر به زیر باشن، فرمان بردار باشن، تسلیم به شو باشن، بره باشن. بره که خب اصطلاحاتی که در خود انجیل هم آمده که عیسی گفت من چوپان شما برگانم، و الان هم که کشیش ها میدونی یکی از لقباشون پاستوره، پاستور یعنی چوپان، چوپانی میکنن دیگران رو. این تعبیرات رو نیچه اصلا نمیپسندید و میگفت اینا اصلا بوی قدرت نمیده، بوی تسلیم میده، بوی سربزیر بودن میده، خجلت، کمرویی، کوتا اومدن، اینا توش خوابیده. و خود او آدم بی خدا پیامبر اسلام رو خیلی تجلیل میکرد، میگه این مرد معنی قدرت رو میفهمید، دنبال قدرت هم بود، هیچ هم شرمنده نبود از اقتدار. ببینید پاره از اینها رو من قبلا گفته بودم، الان فقط یادآوری کردم که عرض بکنم که آقای خمینی چه درکی از دین داشت و این درک او با دیگران چه فرقی داشت و فرقش در عمل چگونه ظاهر شد. فرقش در عمل این چنین ظاهر شد که برای شما گفتم، هیچ وقت ننشست تئوری پردازی از جنس رفرم اسلامی بکنه، به هیچ وجه این کار رو نکرد. نمونه هایش رو مثال زدم براتون، این کار رو نکرد، به راه هیچ کدوم اون افراد نرفت و ما هیچ اثری از ایشون نداریم، هیچ کتابی چیزی که نوشته باشه در این زمینه. کتاب های عرفانی یه دونه کتاب داره که اونم اولین بار خود بنده چاپ کردن به نام اسرار الصلات، که در یادنامه مرحوم مطهری که در دو جلد ما منتشر کردیم ابتدای انقلاب، دو تا رساله خیلی مهم رو من در اون مجموعه چاپ کردم. یکیش سر و صلات آقای خمینی بود که پیش خودش رفتم و ازشون اجازه گرفتم اونجا چاپ کردم، بعدن البته دیگران هم مستقلا چاپ کردن. یکی دیگه هم رساله لب اللباب در سیر سلوک اولوالالباب مال مهدی بحرالعلوم بود که بسیار رساله مهمی است در سیر و سلوک، که اون رو هم ما در اونجا آوردیم که باز اونم بعداً جداگانه چاپ شد. باری آقای خمینی خب از این کتاب‌ها داشت، کتاب‌هایی که عرفانی بود و شما از هر یک از مشایخ و اکابر صوفیه انتظار دارید چنین کتاب‌هایی رو بنویسن، یعنی اون بواطن نماز، یکی از شعرهایی که فقیهان رو می آزارد ولی آقای خمینی مخصوصا تو این کتابش نقل کرده، اینه میگه از عبادت میتوان الله شد، نیتوان موسا کلیم الله شد. با عبادت میشه خدا شد اما پیغمبر نمیشه شد. خب این یکی از حرفای مهم صوفیانه دیگه، توجه مون، چون میگن که پیامبران صور ویژه خداوندی بودن، به بی صورت میتوان رسید ولی نه اینکه مشابه یک صورت دیگری شد از صوری که بی صورت برای خودش اختیار کرده. از اینجور آثار داره در فقه و غیره که حالا ما متعرض اونا نمیشیم، ولی اصلا کار رفرمیستی شما ازشون نمیبینید. من درکم از حرکت آقای خمینی و شناختی که او از اسلام داشت این است و فکر میکنم با تمام اونچه که او کرده سازگار میآید. همه اونچه که او گفته مؤید این اندیشه است. بله بعدها آقای خمینی وقتی به قدرت رسید
یک چیزهایی رو ملتفت شد که قبلا ملتفت نبود، یعنی فکر میکرد که جامعه رو عوض میکنیم و این فقهی که به جامعه کنونی نمیخوره اونگاه به اون جامعه عوض شده نوسازی شده خواهد خورد. درست شبیه این که شما بگید که این بدن و لباس، این لباسی که بهش نمیخوره، ما به این بدن انقدر رژیم میدیم تا یه جوری بشه که این لباسی که قبلا به تن او نمیخورد حالا موافق و به اندام بیفته. یک چنین چیزی، این بدن بیماره، این بدن بیمار رو ما علاج میکنیم، بعد لباسش رو به تنش میکنیم، لباسی که یا خیلی تنگ بود براش یا خیلی گشاد بود به تنش میکنیم. عرض کردم به شما اون دفعه که وقتی که تئوری با واقعیت نمیخوره، شما یا تئوری رو عوض میکنی یا واقعیت رو. یکی این دکتر آقای خمینی گفت من تئوری رو عوض نمیکنم. در تئوری پردازی هم نکرده بود برای عوض کردن تئوری ها، فقه یا چی، هیچ کدوم. گفت واقعیت رو عوض میکنم که جامعه باشه، اونگاه فقه ما به او خواهد خورد و این لباس به تن او خواهد خورد. البته وقتی که به قدرت رسید چشمش باز شد، یعنی این یه حرف دیگری است، بعدن نکته های رو دریافت و خطاهایی رو در نظر خودش دید و به اشتباهاتی پی برد که قبلا چنین نبود. شما یادتونه یکی از سخنان مهمی که آقای خمینی گفت این بود، گفت فقه مصطلح حوزه ها به درد اداره کشور نمیخورد. گفت این ببخشید اجتهاد مصطلح در حوزه ها به درد اداره کشور نمیخورد. نه فقط فقه بلکه اجتهاد مجتهدان، یعنی اون شیوهی که اینا داشتن برای اینکه به روایات مراجعه کنند و این روایت رو بگن معارضش کدام است، مثلا عامش کدامه، خاصش کدامه، چنینه چنانه، گفت اینا مطلقا مشکلات مسئله رو حل نمی کنه. برای اینکه البته دیدی که از جامعه و جهان داشت دید بسیار بسته و تنگی بود، به تعبیری دیگه جامعه رو نمی شناخت. فکر میکرد این جامعه رو خیلی راحت میشه شخم زد و زیر رو کرد، و وقتی که شخم زدیم و زیر رو کردیم تئوری خودمون رو به تن او میپوشانیم. بعدن متوجه شد، گفت چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکلها همیشه بعد از او. اول اون شوریست که کسی رو گرفته، و واقعا این رو در کتاب حکومت اسلامیش که در نجف درس میداد صریحا گفت ما به هیچ چیز احتیاج نداریم، همه چیز داریم، فقط مجری میخوایم. خب ببینید اینو کی میگه؟ یعنی تمام صحنه حاضر و آماده است برای اینکه ما رو بپذیرن با همین ایده هایی که داریم در خیال او، فقط باید این تسلط بر قوه مجریه حاصل کنیم. ما تسلط بر قوه مجریه، ما همه چیز داریم، این از اون حرفای مهم آقای، همه چیز داریم ما، خیالتون راحت باشه. تسلط بر قوه مجریه رو نداریم، این رو هم که به ما بدن عالم گلستانه. با یک چنین تلقی و تصوری از جهان، حتی از ایران، جهان بزرگتر رو من منظور ندارم، دنیای مدرن و اروپا و آمریکا، هیچی از خود ایران آقای خمینی درک درستی نداشت، اصلا درک درستی نداشت. یک قوم کوچک فرض میکرد ایران رو که راحت چند نفرم اگر فرد ناروای نابکاری باشن اونها رو هم میشه مطیع کرد، و بعدم همونطور که مریدان میان مسئله میپرسن از فقها جوابشون رو میدیم و میرن رو عمل میکنند و یک جامعه پاک و پاکیزه خواهیم داشت. ولی خب در عمل متوجه شد که نه، این چنین نیست و این فقه اصلا جواب اون مسائل رو نمیده. تئوری ولایت فقیه آقای خمینی این تئوری بود، تئوری شخم زدن جامعه با قدرت، و نه تئوری پردازی برای رفرم، و نه تئوری پردازی برای رفرم، تئوری شخم زدن جامعه با قدرت، یعنی جامعه رو عوض کردن و بعد چنان که گفتم شریعت رو به صورت جامعی به تن این جامعه کردن. من نوبت گذشته اشاره کردم به این که ما دو جور تشیع داشته ایم، یا دو درک از تشیع داشتیم، و میخواستم درک آقای خمینی رو از تشیع، یعنی خمینی چطور به این نظریه رسید، دیگران چرا نرسیدن،
و مشکل کجا بود. من اشاره کردم که از ابتدا یا امروزه میان متفکران دو تا نظر وجود داره. یکی این که تشیع از ابتدا نطفهش با قلوب بسته شده است، اصلا یک مکتب قالی است، قالی با قین، یک ایده های خیلی قلوب‌آمیزی راجع به امامان داره و راجع به نقش اونها در تکوین، در تشریع، مفهومی به نام باطن، مفهومی به نام ولایت و امثال اینها. این یک اندیشه‌ای بود در تشیع. یکی دیگه هم اندیشه‌ای که من گفتم سیاسی، بعضی ها تصور کردن، شاید هم خطا از من بود، که یعنی فقط سیاسی. نه، منظور من این نبود که فقط سیاسی، یعنی نه شیعه غالی، نه با اون اعتقاداتی که پاره از شیعیان داشتن و صحیح امام شناسی قالیانه، پیامبر شناسی قالیانه، اینا رو نداشتن، اما به تفاریق و به تفاوت در تشیع وقتی که نظر میکردن، یا خیلی جنبه های شریعتی او رو میگرفتن و یا جنبه های ولایی او رو، و یا به صورت خیلی عادی بالاخره به تکالیفشون عمل میکردن. کسانی مثل شریعتی در روزگار ما یا جناب اقبال لاهوری وجوه سیاسی اسلام رو و شریعتی تشیع رو خیلی برجسته‌تر و فربهتر کردن. این احساس کردن که قدرتی در این جهان نهفته است، این قدرت رو باید استخراج کرد. شریعتی خب احساس کرد توی واقعه کربلا یه قدرتی نهفته است، این قدرت رو باید استخراج کرد. اصلا شریعتی میگه من صریحا میگه من از اسلام ابوذر و زینب و حسینش رو لازم دارم و قبول دارم، بقیه برای من خیلی مهم نیست. واقعا این در کلماتش هست، زینب، ابوذر و حسین، بقیه کالاهای زینتی هن، بودن نبودن، از این ستا ما الهام میگیریم. خب وقتی هم که شریعتی تقابلی برقرار میکرد بین ابوذر و ابو علی، خب ابوذر رو بر ابو علی ترجیح میداد دیگه، یعنی به اصطلاح اسلام سیاسی و چریکی و اسلام حرکتی به قول سید قطب رو بر اسلام فرهنگی و فلسفی و عرفانی و غیره خب آشکارا ترجیح میداد. در حقیقت شریعتی در اسلام اون بعدها رو مهم نمیدونست و لازم نمیدید که روی اونا دست بگذاره و از اونا استفاده کنه. برای اینکه ظلمی به شریعتی نشده باشه، من احساسم اینه که در شریعتی یک تنشن بود، یک تنش بود همیشه. چون از یه طرف شما شریعتی رو میبینید در کتاب و حبوتش در جای یک اگزیستانسیالیست درجه اوله. اگزیستانسیالیست همون عرفان جدیده. اصلا یه عالمی است که شما کتابای او رو که میخونید، بخصوصا شریعتی بعد از ارشاد رو، اصلا مست میشید، محو میشید. یک شریعتی کاملا مثل همون یک راهبی است تو صومعه، فقط با عوالم درون خودش در میپیچه و چقدر زیبا، چقدر بلیغ احوال روحی و روانی خودش رو و اگزیستنسیال خودش رو بیان میکنه. اصلا شما فکر نمیکنید این همون آدمی است که تو حسینی ارشاد جیغ میزد، فریاد میزد برای انقلاب، برای مبارزه، در پی ابوذر و در پی زینب و در پی حسین و آقای کربلا و عاشورا. اصلا چنون کسی رو نمیبینید. همین تنش در واقع او رو حرکت هم میداد، یعنی یک سویه و یک جانبه نبود. این واقعا یه وجود فراخی داشت شریعتی و خیلی حیف شد که زود از دنیا رفت. میموند و پخته تر و بالغتر میشد، چیزهای رو زیر و رو میکرد مسلما شریعتی. ولی به هر حال اون چه که از او شناخته شده شریعتی ارشاده، شریعتی ارشاد است، شریعتی بعد از ارشاد، شریعتی اگزیستانسیالیست چندان شناخته نیست. این شریعت البته دست گذاشت رو ابعاد قدرت بخش اسلامی و شیعی و به قول خودش این خون که تبدیل به یک تریاک مخدر شده بود، این رو از دست روحانیون و روزخونها بیرون کشید و انرژی بخشی او رو آشکار کرد. کار مهم او بود. وقتی که من میگفتم که تشیع سیاسی شد و اجتماعی شد،
قرازم بیشتر این بود که اون جنبه های قلوب رو وقتی ازش شما بگیرید خب یک چهره دیگری داره، همین چهره عادی و متعارفی که ماها داریم، یعنی ماها میشناسیم، اما در بن این اون تشیع قالی حضور داره. حالا من به شما میخوام بگم آقای خمینی یک شیعه قالی بود، یعنی واقعا به ولایت تکوینی و تشریعی امامان شیعه باور داشت و این باور او هم از فقه نمی اومد، از عرفان او می اومد. شما اگر آثاری رو که مثلا همین محی الدین عربی که آقای خمینی خوب خونده شرح هم نوشته بر فصوص الحکمه ابن عربی، اینا رو شما بخونید و بحث ولایتی رو که اینا مطرح کرده اند، یعنی اختیاراتی رو که خداوند به ولی خودش میده اونها رو اگر نگاه بکنید، به قول مرحوم هانری کوربن میگه پاره‌هایی از محی الدین عربی رو میشه خوند بدون اینکه شما بفهمید این مؤلفش کی بوده. فکر میکنید یک شیعه قالی این رو نوشته، یک شیعه تام و تمام اونها رو نوشته، برای اینکه ایده ولایت و ایده باطنیگری و ایده ولایت تکوینی و تشریعی و اینها، اینا به خوبی توی این عرفان نظری ما بست پیدا کرده، همه عرفان نظری که آقای خمینی خیلی خوب میخوند و خونده بود و اونها رو جزو اسراری میدانست که همه کس اونها رو درک نمیکنه. یک قصه رو اینجا براتون نقل بکنم. مرحوم آقا مهدی حائری که خودش فیلسوف بود و فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمی بود، ایشون برای یکی از دوستان ما نقل کرده بود، گفته بود من در کانادا که فلسفه میخوندم اونجا ضمناً آثار محی الدین عربی رو هم میخوندم، به جمله های جملاتی برخورد کردم که معناش رو به درستی نمیفهمیدم. نامه نوشتم برای آقای خمینی در نجف، این مثلا مال سال 1340-1345 مختار. نامه نوشتم برای آقای خمینی در نجف، گفتم که شما لطف کنید این عبارات محی الدین عربی رو برای من توضیح بدید. ضمناً در اون نامه برای آقای خمینی نوشتم که من یادمه که شما یه وقتی به من گفتید که به منزل یکی از فقها رفته بودید، ایشون نامش رو برده بود، من حالا ذکر نمی کنم، یکی از فقها که بعداً از مراجع شد، شما به منزل یکی از فقها رفته بودید و دیده بودید که مشغول خواندن کتابی است، از او پرسیده بودید که چه می‌خوانی؟ او گفته بود، آقای حائری میگه، او گفته بود نمیدانم فتوحات ابن عربی بود یا فصوص الحکم ابن عربی بود، گفته بود که یکی از این دوتا رو داره میخونه، همین اینم هم در اون نامه هم نقل کرد. آقای خمینی در جواب من نوشت اولا اون عبارات محی الدین عربی که نوشتی من مدتی اینا رو کنار گذاشتم، دیگه یادم نیست، بنابراین جواب سوال شما رو ندارم. اما راجع به اون عالمی که داشت کتاب میخوند، کتاب فتوحات یا فصوص، مطمئن بودم که فصوص الحکم نیست، چون اون فصوص رو نمیفهمید، احتمالاً فتوحات یه ذره کتاب ساده تر محی الدین عربی است، فصوص دیگه در عرش اعلا مینشین، خود محی الدین عربی اصلا در ابتدای فصوص میگه این کتاب رو در خواب پیغمبر به من داد و گفت این رو برو به مردم عرضه کن، خودشون تو یک مبشره ای، یعنی در یک رؤیای صادقه ای، من حضرت هود رو که یک قامت خیلی بلندی هم داشت دیدم و این کتاب من داد و گفت برو به دیگران، بنابراین منزلت خیلی بلندی داره، شرح‌های بسیاری بر این کتاب نوشته شد. من غرضم از ذکر این داستان این بود که آقای خمینی که فصوص الحکم خونده و بر فصوص الحکم شرح نوشته، معتقد بود که بزرگترین فقها هم این کتاب رو نمیفهمند، بنابراین اسراری در این کتاب هست و اصلا علم عرفان علم رازدانی و رازشناسی است. این رازها رو آقای خمینی میدونه، رازهایی که حالا ما بفهمیم و نفهمیم بخشش همین استش که آدمی میتونه خدایی بکنه، آدمی میتونه خدایی بکنه. توجه میکنید یه شعر خیلی خوبی داره مولانا، میگه اون که جان بدهد اگر بکشد رواست، قائب است نائب است و دست او دست خداست. کسی که جان میده یعنی ولی الهی،
اگرم جان شما رو بگیره رواست، نائب است و دست او دست خداست. این همون تئوری ولایت است. آقای خمینی به این تئوری اعتقاد داشت، واقعا به این تئوری اعتقاد داشت. خودش هم خودش رو جزو اون اولیایی میدونست که این اختیارات رو داره. من این رو از قول آقای دکتر حسین نصر نقل میکنم که شما همه او رو میشناسید، که ایشان از قول آقای مهدی حائری که از شاگردان مستقیم آقای خمینی بود نقل میکرد. این رو جایی ننوشته آقای خمینی، اما ما بایوگرافی او رو وقتی خوب ورق میزنیم باید همه اینها رو مد نظر داشته باشیم. شما کتاب اسفار اربعه رو شنیدید، یعنی چهار سفر، که مرحوم ملا صدرا نوشته است دیگه، کتابی که اون هم از امهات کتب فلسفی اسلامی است و فیلسوفان امروز ما افتخار میکنن به اینکه شاگرد ملا صدرا بودن. جناب آقای جوادی آملی یه جمله خیلی جالبی داره، میگه در قرآن آمده است که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی روز قدیر خدا گفت دینتون رو تکمیل کرد. ملا صدرا نویسنده کتاب اسفار جا دارد که بگوید الیوم اکملت لکم عقلکم، یعنی جناب ملا صدرا عقول مؤمنین و آدمیان رو ارتقا داد، به کمال رسوند. همونطور که پیغمبر با روز قدیر، حالا هرچی بود مناسبتش، گفت که امروز دیگه دین شما کامل شد. غرض این استش که یک چنین تلقی و تصوری در باب ملا صدرا است. نهای ملا صدرا مهمترین کتاب ایشون کتاب اسفار اربعه است، یعنی چهار سفر. چهار سفر که چیز؟ سفر از خلق به خلق، یعنی این چهار سفر اینجوری است. یک اضلاع مربع رو در نظر بگیرید، از خلق به خلق سفر میکنیم، یعنی در خلق سفر میکنیم، بعد ارتفاع میگیریم، از خلق به حق سفر میکنیم، بعد دوباره افقی میشه، از حق به حق سفر میکنیم، بعد دوباره سیر نزولی از حق به خلق. یعنی از خلق میرویم به حق و از حق برمیگردیم دوباره به خلق. این چهار سفر است، خیلی سفرهای مهمی است. آقای خمینی به شاگردش آقای حائری گفته بود که بعضی ها یکی از این سفرها رو رفتن، دو تا از این، من هر چهار سفر رو رفتم. خب کسی که معتقد است که هر چهار سفری که سلاک و عرفا و بزرگان باید بروند تا به کمال برسند، به تعالی، به تقرب برسند، به ولایت برسند، اینها رو رفته و نشسته حالا بر سریر قدرت، این اصلا احتیاجی به فقه نداره. تمام حرفم اینه. آقای نایینی فکر میکرد احتیاج به فقه داریم، مرحوم محمد باقر صدر فکر میکرد ما احتیاج به فقه داریم، بریم فقه رو رفو کنیم، تعمیر کنیم، روتوش کنیم، زیر و رو کنیم و اصلاح بکنیم، پسیح بکنیم، تا بلکه یک چیز مقبول معقولی از توش بیاریم بیرون. آقای خمینی اصلا باکی نداشت که مرا خود حاجت تاریخ نیست. من اصلا احتیاجی به فقه ندارم، من فقه میسازم، من تشریع میکنم. من این رو چند بار گفتم، بعضی از من باور نکردن، آقای خمینی خودش رو شارع میدونست. اصلا مفهوم ولی فقیه یعنی شارع، یعنی مشرع، یعنی من قانون میگذارم، قانون شرعی وضع میکنم، همون جور که پیغمبر وضع میکرد، همون جور که امامان وضع میکردن. این اعتقاد شیعیه، این اعتقاد حتی شیعیان قالی هم نیست، درجات پایین تر از اونا هم این اعتقاد رو دارن. منتها آقای خمینی این که بشینیم تا قدرت بیاد سراغ ما نبود، میریم و قدرت رو میگیریم. رفت و گرفت، بعدش هم گفت مرا خود حاجت تاریخ نیست که چنین چیز جبری یا عالی گردن است. گفت من احتیاج به فقه ندارم. اینا رو هیچ وقت به صراحت نمیگفتا. شما بین سطور رو به اصطلاح باید بخونید، یعنی لابلای این سطور این چیزها نوشته شده است و رفتار این رو نشون میداد، رفتار این رو نشون میداد. وقتی که آقای خامنه ای آمد و گفت که منظور ولی منظور از ولایت فقیه این است که در دل احکام شرع میاد و یک حکم هایی رو بر جامعه جاری میکنه، یادتونه ایشون صریحا یه نامه داد گفت شما مفهوم ولایت رو درک نکردید، با تأسف باید برای شما بگم. و
ولی یه فقیه همه کار میتونه بکنه. بعدم در آخر نامش نوشت بالاتر از اینها هم مطالبی است که مزاحم نمیشود. دیگه ما حالا نمیدونیم اون مطالبی که ایشون مزاحم نمیشد چیا بود. گفت دیگه اینا رو مگه نگفت؟ من که از خودم اختراع نمی کنم. یکی از شاگردانش به نام آیت الله قدیری به ایشون نامه نوشت، از اصحاب فتوای آقای خمینی بود، که آقا شما بعضی چیزا رو نگید، نگید شطرنج حلاله، نگید موسیقی حلاله، اینا خوب نیست به پای شما نوشته بشه، اینا دامن شما رو لکه‌دار میکنه. آقای خمینی براشفت، گفت نه دولت خیلی کارا میتونه بود. دولت یعنی من، یعنی خودش خیلی کارا میتونه بکنه که توی احکام شرع نیست و بالاتر از اینها هم مطالبی است که مزاحم نمیشود. حلال رو میتونه حرام کنه، حرام رو میتونه حلال بکنه، همه این کارها در اختیار اوست. مرحوم آخوند خراسانی که خود آقای خمینی شاگرد جزو شاگردان اوست، کتاب کفایه رو خونده، درس داده، او میگفت یک احکام شرعی وجود داره که پیغمبر نمیتونه اونها رو تغییر بده. صریحا میگفت فقیه درجه اول آقای خمینی این حرفا رو باور نداشت. هیچ چیزی نیست که من نتوانم بکنم. یک کسی از مجاهدین انقلاب از آقای خمینی پرسیده بود که آخه دایره اختیارات ولی فقیه شما بگید. گفت به اندازه دایره اختیارات خدا. حتی نگو پیغمبر، گو خدا. و دروغ نمی گفت. درکش از این مسئله این بود. ببینید من یعنی تقریبا حالا امروز به پایان است، میخواستم نکاتی رو از هانری کوربن بخونم، برای بعد میگذاریم. آقای خمینی نگاهش به دین یک نگاه قدرت خواهانه بود و از دل او این قدرت رو بیرون میکشید و این رو مشی و مرام پیامبر میدونست و به همین دلیل تئوریسین نبود، اصلاحگر نبود، رفرمیست نبود، وارد تغییر و اصلاح تأویل روایات و آیات و احادیث و احکام فقهی و اینا مطلقا نشد. گفت من یک حربه‌ای در دست دارم، یه بمب اتمی من در دست دارم که اینا در حکم نارنجکه، این که شما بشینید مثلا یه روایتی رو تفسیر مجدد بکنید، بمبی رو ما منفجر میکنیم که همه چیز رو عوض کنه. هیچ جا به نظر من بهتر از سبک رفتار آقای خمینی مبین این معنا نبود که از دین، در دین باید قدرت رو دید و با دین باید قدرت ایجاد کرد. اما اینکه وقتی که به قدرت رسید چه چیزی رو فهمید که باعث شد که در رأی خودش تعدیلاتی به وجود بیاره، البته نرسید، ولی اینکه اجتهاد مصطلح کافی نیست و یک چیزای دیگه، اینا رو من به نوبت بعد می سپارم. و اینکه آیا اصلا میشه دنبال یک چنین فکری در روزگار حاضر رفت، اونچنان که سید قطب میخواست، آقای خمینی میخواست، که ما به جای اینکه تئوریمون رو عوض کنیم واقعیت رو عوض کنیم، آیا این یک رؤیای تعبیر شدنی است یا یک رؤیایی است که به زودی صاحب رؤیا رو آشفته خواهد کرد؟ بماند تا نوبت بعد و السلام علیکم. ببینید بله، ولایت تشریعی یعنی که شما ولایت، یعنی اختیار داشته باشید که تشریع بکنید، یعنی قانون شرعی وضع بکنید. این معنیش ولایت، این چیزی که گفته می شود پیامبر داشت، در شیعه هم میگن که امامان هم داشت. اما ولایت تکوینی خیلی بالاتر از اینه، یعنی شما قدرت تصرف در کائنات رو دارید، در همه چیز، یعنی مرگ من رو جلو بندازید، مرگ من رو عقب بیندازید، عرض می شود که به حیوانات فرمان بدید، همین چیزایی که شما در قصه هایی که معمولا نقل می کنن از امامان، حتی بعضی از صوفیان مریدانشون هم اونا رو نقل می کنن که مثلا حضرت علی رفت توی فلان جنگ با فیل ها به زبون فیل صحبت کرد، نمیدونم جنا رو کشت، نمیدونم یه مرتبه پیغمبر که در معراج بود دید یه کسی کنار دستش ایستاده، از خدا پرسید این که، گفت علیه جلوتر از تو اومده تو معراج، و از این جور چیزها که شنیدید، تصرفاتی، غیب گفتن اونها، نمیدونم آجال ارزاق مردم، آجال مردم به دست اونها بودن، لیست کامل اینا رو شما تو زیارت جامعه میتونید پیدا بکنید که من گفتم که این مرامنامه شیعه قالی است، اونجا دقیقاً
حتی ایاب الخلق الیکم، ما به سوی اونها برمیگردیم، یعنی رستخیز مردم به سوی امامان است، حساب مردم با امامان است. یعنی درست کرنهو که خداوند تمام اختیارات خودش رو در تکوین و تشریع تفویض کرده است به این افراد معین. بی جهت نبود که بعضی اینا رو تفویضی می‌خواندند، یعنی می‌گفتند که شما معتقدید که خداوند همه قدرت و همه اختیارات خودش رو به اینا تفویض کرده، یعنی سپرده به اونها و در اختیار رو. اینو بهش میگن ولایت تکوینی. توجه فرمودید، اونم ولایت تشریع. بعد در شیعه قالی و حتی در عرفان قالی قالیانه، آره، اینا معتقدند که این ولایت تکوینی و تشریعی از آن اولیا است. و در شیعه که خب اولیا رو تقریبا منحصر میدانند، در ائمه این چنین است. بله. ببخشید، یه پای سرش شده، یعنی یه جورایی به نظرم قبل از اینا به یه چیزی دست خب ببینید، آره، البته بعدن که خود از اینکه مرجع باشه ایشون دست برداشت، بالاخره به روایات تمسک میکرد دیگه آقای خمینی، و این تمسک هم واقعا چیز عجیبی بود. من شاید برای شما این رو عرض کردم، یه دونه روایت هست در شیعه که مستند همه فقها هست، این فقهایی که قائل ولایت فقیهن و خود آقای خمینی، بقیه که یک سخنان خیلی کلی است، مثلا العلماء و ورثه الانبیا، بعد آقای خمینی اینو آورده که خب نه، چون علما ورثه انبیا هستند، پس انبیا که آنچنان بودن اینا هم آنچنانن، چیزایی که واقعا فقط به طریق استحسانی و ذوقی میشه از اونها استفاده کرد. اما تنها روایت مهم همون روایت عمر ابن حنظله است که همتون شنیدید، که یک نفری میاد پیش امام صادق و میگه که ما بر سر میراث و ملک و اینا با کسی دیگری اختلاف داریم، اینا رو چجوری حل کنیم؟ و امام به او میگن که برید پیش کسی که به اصطلاح دین رو میشناسد از علما، من او رو بر شما حکم قرار دادم، حکمیت رو نزد او ببرید، پیش حاکمان قاصب و ظالم، یعنی مثلا خلفا اون زمان، نبرید. خب این روایت دستمایه فقیهانی مثل نراقی شده، مثل آقای خمینی شده، که داد سخن دادن. و که شیخ انصاری میگه هیچ دلالتی نداره، نمیدونم آقای ناینی میگه هیچ دلالتی نداره، خراسانی میگه هیچ دلالتی نداره، اینا اصلا قائل نیستن. من به یاد دارم که آقای وقتی میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه، گویا آقای گلپایگانی یه دیر صدا زده بود، گفته بود که این چه حرف شما میزنی، یعنی مرگ بر من، یعنی مرگ بر عاشق انصاری، و اینکه خب اینا ضد ولایت فقیه بودن، این چه حرف شما میزنی. اونا میدونه رازیش کرده بودن که نه، منظورمون بنی صدره و اینا، و بالاخره سر تای قصه رو هم آوردن. ولی خب واقعا اکثر فقهای شیعه قائل نبودن. این روایت شما نگاه کنید، من این رو توی کتاب بحث تجربه نوشتم، گفتم اگر دو نفر دعواشون نشده بود، نرفته بودن سوالی بکنن و این روایت هم صادر نمیشد، هیچی، اصلا تکلیف حکومت در اسلام دیگه زمین مونده بود. اگر این یکی از اصول اساسی جامعه اسلامی است، خود امام باید به 10 بیان جلوتر از اینکه کسی به او مراجعه کنه اینا رو گفته باشه، نه اینکه بنشینه دو نفر دعواشون بشه سر یه میراثی مراجعه کنن، اونم با یه چنین جمله دو پهلو، چون اولا معلوم نیست که حکمن بوده یا حاکمن، ثانیا هم حالا حاکمن گفته شده باشه، یعنی در جمعی امور من اینا برای شما حاکم قرار دادم، یا اینکه اگه هم اختلافات پیدا کردید خب بشینید یه جوری دوستانه، حالا به هر نحوی مرضی و طرفین، قصه رو حل کنید. این رو گرفتن، خب واقعا منطق ضعیفی است.
و اگر آقای خمینی از عرفان خودش این تو تزریق نکرده بود، این ستون بار توان کشیدن بار اون سقف نداشت. از عرفان خودش تزریق کرده در این که ولایتی که انبیا داشتن، ولایتی که اولیا داشتن، چنین و چنان، و بعد به این نتیجه رسیده. خیلی بدیهی است که کسی که برای خودش این مقام رو قائله، البته چیزی جز دیکتاتوری به پا نمی‌کنه. یعنی که شما میگین باگ داره، خب بله باگ داره، این باگش هم بعدن آشکار شد و ما الان داریم می‌بینیم. یعنی اولش خب یه چیزایی درست کردن به نام مسما به پارلمان، مسما به این، مسما به آن، ولی مادامی که اینا کارکرد واقعی خودشون رو نداشته باشن خب جواب نمیده. یعنی جامعه در یک تزلزل همیشگی به سر میبره. ولی خب نظری بود که ایشان داشت و خواست که عملی کنه دیگه. خیلی جالبه آقای شریعت مداری که خب با آقای خمینی اصلا مزاج انقلابی نداشت به هیچ وجه، به صراحت به شاگرداش گفته بود آقا ما یه فقهی در اختیار داریم، همش مبتنی بر اخبار آحاده. اخبار آحاد میدونی یعنی چی؟ یعنی اخبار واحد، اخباری که هیچ اطمینانی به صدورشون نیست. ما روی این پایه های سوسی فقهی بنا کردیم، اصلا معلوم نیست با این فقه بشه آدم کشت، اعدام کرد، تازیانه زد. ولی آقای خمینی اینا رو جدی گره، خودش بهتر از همه میدونست که پایه های این فقه سوسته، ولی برای اینکه اومده بود سر کار چاره‌ای نداشت، همینا رو باید بالاخره اجرایی بکنه، به عمل در بیاره. همونی که در مورد اسلام وقتی معرفی شد این قدرت بود، مثلا وقتی دیگر با رحمت و نحوه دیگه معرفی شد، ولی متوجه نشدم که اهمیت اتفاقی افتاد که مسیحیت بعد از 1500 سال نام دقیقا معادله به لیاقتی خودشون رو پیاده سازی کردن. تو قبلش هم نتیجه رو دیدیم. اسلام هم بعد از 1500 سال هم چیزی پیاده سازی سعی میکنم میکنم حالا سوالش و نتیجه شو هم کامل ندید. پس به نظر میرسه که این میگه چجوری شروع شد این قدرت روی از این رحمت بود بی ارتباطه، فقط حالا شاید این یه پدیده اجتماعی که به هر حال اتفاق میفته. از خیلی مرحبم که این چیزا هم شده با مارکسیست و لیبرالی. ما حسن میگم خیلی که اینو مطرح کردیم برای چی بود؟ هیچی، من ما اینجا البته هیچ نه هیچ دینی رو تمجید میکنیم نه هیچ دینی رو طرد میکنیم. من نسبت میان دین و قدرت رو میسنجم و درسته، منتها در مورد اسلام میخوام بگم از اول اینطوری بود، مسیحیت بعدن به او آمیخته شد یا آلوده شد، ولی در میان در مورد اسلام نه، این از ابتدا پیامبر اصلا یه قدرتی رو متولد کرد در این عالم و این قدرت البته باید خیلی حفاظت میشد، چون قدرت خیلی استعداد فساد داره. اینا دیگه مسائل دیگری است که و بعد خب ما اومدیم جلو، یعنی به هر حال قدری تاریخ اروپا رو گفتیم و تاریخ مسیحیت رو و بعد به عالم اسلام رسیدیم که من بیشتر میخواستم همین رو عرض بکنم که در عالم اسلام نسبت به قدرت اولا که تا حدود زیادی اون در قرون گذشته علما بخشی از قدرت بودند، اما اینکه خود قدرت رو مستقیما در دست داشته باشن در اون نمی‌کوشیدند. یعنی مثلا در دوران صفوی خب خیلی اقتدار، در دوران قاجاری همینطور. خب بختیار آقای خمینی شد و این قدرت رو به دست او افتاد. او هم شاید اون اوائل نمی‌اندیشید که چنین نصیبی داشته باشه. ولی در دوران مشروطه ما بالاخره چون قصه قدرت مشروع و قدرت نامشروع و اینها پدید آمد و از طرف فرنگی ها این تئوری های تازه در جامعه ما رواج یافت، علما هم تکانی خوردن و کوشیدن که تئوری پردازی کنند. به دنبال اینها من میخواستم نشون بدم که آقای خمینی خط دیگه رو پیش گرفت، به قدرت میاندیشید اما نه به تئوری قدرت، میگفت به اخذ خود قدرت در دستمون و با این میتونه جای تئوری رو پر کنه. خلاصه مطلب این و این همون نقشی است که امروز هم علمای ما دارن، البته متاسفانه به شکل بسیار منحطش.
چون قدرت دارن دیگه جواب خیلی سوالها رو نمیدن. میگن که با زور بالاخره شما رو منکوب میکنیم، حاجت نیست که ما به لحاظ معرفتی شما رو مقهور بکنیم. این حالا دیگه نکته ایست که آره آثارش بعدن ظاهر میشه. چهارگانه بله قوس هم بله دایره هم میگن بله جان نه دیگه نه هی نمیچرخن توش دیگه بالاخره اینجا نه نه اسمش تنزل نیست نه خیر بله منتها من چون در مقابل از خلق به حق میگفتم بعد از حق به خلق حالت است که دو تا در دو راستای متضادن ولی نه نه اینا مجموعشون مثلا یک سفره در حقیقت پاره های مختلف یک سفره درسته بله خب خیلی ممنون بله بله اون نه جلد کتابه از فار اربعه ملا صدر ولی حالا اونو که شوخی کردم ولی شاید فرصتی شد امروز که نمیشه نه ولی شاید بله اشاره بکنیم باشه میخواید اون چهار سفر شما هم برین ولی رفتن برگشتید از سفرها خوش به حالتون خب تو خدا میسپاریم دوستان رو خیلی ممنون